بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری ساعت 10 از تلویزیون تمدن خوش آمدید. برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای کمک‌های زمستانی در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. مدیر منطقه‌ای این سازمان برای آسیا گفت در زمستان پیش رو 15 میلیون نیازمند در افغانستان به کمک نیاز دارند. این مسئول برنامه جهانی غذا افزود فرصت‌های شغلی محدود است و کمک‌های خارجی منبع حیاتی برای مردم افغانستان شده است. این نهاد که با بحران مالی بی سابقه روبرو است تأکید کرده یک رقم درشت نیازمندان به دلیل کمبود بودجه از لیست آنها حذف شدند. در پی برخورد چند موتر در یک حادثه ترافیکی در شاهراه جلال آباد 14 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابعی در ننگرهار گفتند این حادثه حوالی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز در منطقه استراتیجی ولسوالی سروبی کابل رخ داده است. به گفته شاهدان این حادثه زمان رخ داد که 2 موتر کرولا، 1 موتر نوع پرادو و 1 موتر باربری تریلری با یکی دیگر برخورد کردند. گفتنی است که در شهر کابل جلال آباد اخیراً در پی ریزش کوه برای مسافران و موترهای باربری محدودیت‌های وضع شده است. کارزار تطبیق واکسین پولیو امروز دوشنبه در 33 ولایت کشور آغاز می شود. این کارزار 4 روز ادامه پیدا می کند و حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در این کارزار به کودکان بین 6 ماه تا 5 سال ویتامین A داده می شود تا معافیت بدن آنها در برابر بیماری افزایش یابد. اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران از مسدود ماندن میلیاردها افغانی پولشان در بانک‌های خصوصی به شدت انتقاد می‌کنند. به گفته آنان مسدود ماندن این مقدار پول در 2 سال گذشته باعث سقوط شرکت‌ها و افزایش فقر و بیکاری در کشور شده. این اتحادیه با صدور قطعنامه‌ای هشدار داده اگر پول‌های شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آزاد نشود برای دادخواهی در مرکز ولایات دست به اعتراض خواهند زد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفر به ولایت بلخ گفت در مسئله تحصیل بحث کلتور و فرهنگ مطرح نیست، بلکه بحث اسلام و دین است. ندا محمد ندیم تاکید کرد تلاش ها برای معیاری سازی دانشگاه ها جریان دارد و هدف این است که نظام تحصیلی کشور با نظام های تحصیلی دیگر کشورها رقابت کند. پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات میان دولت آذربایجان و ارمنی‌های جدایی طلب منطقه قره‌باغ، خروج ارمنی‌ها از این منطقه کوهستانی که روز یکشنبه آغاز شد شتاب گرفته است. گفته می‌شود که صدها نفر خود را به ارمنستان رساندند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد بیش از 300 نفر از پناهجویان ارمنی تاکنون وارد ارمنستان شدند. همزمان در ایروان تظاهرات در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت نیکول پاشینیان نسبت به ارمنی‌های قره‌باغ ادامه دارد. نخست وزیر ارمنی دیروز در یک نشست خبری گفت بسیاری از ساکنان منطقه قره‌باغ خروج از وطن را تنها راه نجات می‌بینند، مگر اینکه آذربایجان مکانیزم مؤثر محافظت در برابر پاکسازی قومی را فراهم کند. کره شمالی به انتقادات رئیس جمهور کره جنوبی از سفر کیم جونگ اون به روسیه واکنش نشان داد و گفت برقراری روابط نزدیک با مسکو یک حق طبیعی و عادی برای همسایگان است. کره شمالی در اعلامیه‌ای اظهارات یون را تهمت ناروا به همکاری‌های دوستانه میان مسکو و پیونگیانگ خوانده و گفته رئیس جمهور کره جنوبی بلندگوی ایالات متحده آمریکا است. کیم جونگ اون رئیس کره شمالی اخیراً در سفر به روسیه ضمن دیدار با ولادیمیر پوتین در زمینه تقویت روابط و افزایش همکاری ها میان مسکو و پیونگیانگ بحث و رایزنی کرد و توافقات میان دو کشور به امضا رسید. به پایان بسته خبرین ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما. بقیه روز خوش. خدا نگهدار.